بنام خداوند بخش آینده و مهربان سلام همتانای عزیز در هر گوشه دنیا که هستین جور و ساعتمند باشین و برای بیننده برنامه ببین بی و با پس باشین فراموش نکنین دوست عزیز که نیم ساعت مهمان خانه های شما عزیزا می باشم ولی خدا کنه که غذای که آماده میکنم مورد حلاقه و پسند شما عزیزا باشه بازم دوست عزیز امروز خواستیم که یک غذای بسیار خوب را در برنامه داشته باشیم که سالند گفته میتونیم قرمه گفته میتونیم و همیشه میتونیم در پولی برنج خود یا برنج کام آماده میکنیم یک سالند باید آماده کنیم پس امروز میخواییم یک قرمه دال نخود با کوفته آماده کنیم دوست عزیز پس بین تا پایان برنامه با ما همراه باشین و مواد لازمه شما دوست ها به معرفی میگیرم و شما هم اگر نوت میکنین دوست عزیز در زندگیش ها بلد نیستین مواد لازم را نوت کنین تا در آینده دوچار مشکل نشین خب دوست عزیز دال نخود که قبلا تر کردیم دوست های ساعت پیشتر یعنی 400 گرم دوسا و گوشت که خودم اینجا ماشین کردیم پیاز، سیر، مرچ تازه امراج رو سازیز 400 گرم پیاز دو عدد گفتیم یک عدد شد داخل قرمه هم یکی شم داخل گوشت انداختیم دوستا دو، بادنجان رومی دو عدد سیرم نیم غزه گرم مساله یک قاشق زرچوبه یک قاشق کیچپ یا رب دوستا عزیز اگر باشه میتونین یک قاشق و مرچ ثابت به مقدار لازم زیره همچنان یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق نمک به مقدار لازم و پیاز هم ببخشین مرچ سیاه خب من نمیفهمم امروز از گدوات میشه دو ساعت تمام مسالاجات گدوات نامش به زبان خب بر صورت مرچ سیاه هم به مقدار لازم استفاده میکنیم روغنام فراموش نکنین به مقدار لازم استفاده میکنیم حرارت دوست عزیز روشن میکنیم دیگه بخاره میگیریم به خاطر ازی که قبل از اینکه ما دال نخود اضافه بکنیم دوستها ما میخواهیم که گوشت اول روی لواب یا داخل لوابی که برای شما آماده میکنیم اضافه بکنیم و بعدا یک بخاره که بسیار سبک دو سای میتیم برش تا که نرم شوه گوشش بعد از او باز ما دالنخوت اضافه میکنیم و اگر از شروع دالنخوت اضافه بکنیم دالنخوت بخار زیاد میگیره قبلا نام ترش کردیم دوستا و این خودمی ای قرمه تانه یک قسم تیره میسازه یعنی مکمل رنگش از تیره تر میسازه از دست رنگشه به این خاطر که باید دال هم به شکل ثابت بانه و رنگش هم روشن باشه می میتونیم که دال بعد از اینکه گوشت بخور دادیم باز اضافه بکنیم یک عدد پیاز دو عزیز خرد خرد میسازی میشه به این اندازه حتی میتونین تراشک بکنید دوست به خاطر از اینکه لواب خوبتر بکشه ولی از اینکه ما بخار میتیم با کوفته یک جا دوستا پیاز کاملا حل میشه ولی شما اگر در دیگ بر آماده میکنین یعنی در بخار آماده نمیکنین میتونین که پیاز از ماشین بکشین دوستا به خاطر از اینکه خوبتر لواب بکشه میتونین از تراشک بکشین یا میتونین از ماشین گوشت پیاز هم دوستا بکشین پیاز دو سه عزیز خرد خورد ساخته روغنان فکر میکنم که داغ شده دیگه پیاز اضافه میکنیم بله بخاطر که مزی خوبتر پیدا کنه و رنگ خوبتر پیدا کنه لوابش خدا بسته بکنه از بادن رومی از دو عددش هم دو سه عزیز استفاده میکنیم خب در پولیو عزیز سیر دو عزیز بسیار مهم است داخل گوشت اضافه کردیم و همراه یک عدد پیاز، دو عدد مرچ تازه دوسا فقط یکانه چیزی که باقی مانده، مساله تخمی نیست و نمک و مرچ سیاه اضافه نکردیم، اضافه میکنیم سیر هم دوستا خرد خورد خورد میسازیم سیرم اضافه می کنیم تا یک چهار رنگ طلایی رو به خود بگیره و تا او وقت دست عزیز ما گوشت و مسالجاتش اضافه میکنیم خب گشنیز البته که میده شده گشنیز استفاده کردیم ها یعنی از پودر گشنیز و مرچ سیاه همچنان دوست زیز اگر خواستیم که تون باشه شما میتونین از مرچ تازه اضافه تر استفاده بکنین و یا همچنان میتونین از مرچ پودرش استفاده بکنین دوستا بس اگه به خودتان داره خب گوشت با تمام مسالجاتی که اضافه کردیم خوب مکسش میکنیم تا که گوشت چسبناکی پیدا بکنه و زمانی که شما اگر شکایت دارین از این که کفتا یعنی روی لواب باز میشه دوست عزیز شما فقط یکونه حلت شیمی باشه در قدم اول که مکمل گوشت دوست مش مشت نمیخوره خوب و یا همچنان دوست عزیز زمانی که اینجا با شما خواهد که روی لواب که ما اضافه میکنیم شاید در حرارت زیاد باشه یعنی قرمش خوب دالت جوش باشه که شما کفتر اضافه میکنین زمان کفتر اضافه کردین روی لواب شما میتونین که حرارتش خوب پایین بیارین تا که مکمل از جوش بانه و یا یک اندازه آب سرد اضافه بکنین گفته ها را جور کنین اضافه کرده برین داخل لوابش حرارت شام کم بانین تا زمانی که دوباره پس آب آیسای به حالت جوش میاد دوستا همیست که ام... گفته هم خود سخت میکنه و خدا میگیره میچسبانه و اصلا باز نمیشه خب گوشت رو سازیس یک اندازه آماده شده ولی هنوز هم با مشت و نیاز داره که باید خوب باید مشت بخوره تا که چسناکی پیدا بکنه و ما دو عدد بادنجان رومی را هم دوست عزیز تراشک میکنیم و خب قابم اینجا باشه و من هم تراشک میگیرم دوست عزیز پیاز هم دالت سرخ شدن است و دو عدد رومی را من هم از تراشک میکشم زمانی که پیاز سرخ شد رومیار اضافه میکنیم با تقیب جوسای عزیز مصالحاتی که یک قاشق گفتیم براتون مقدارش اضافه میکنیم و یک مقدار آب اضافه میکنیم و کوفته ها رو به اندازه بسیار خرد خرد به اندازه 4 مخس جوسای آماده می میکنیم و بالای لو آب اضافه میکنیم یک بخارک میتیم تا نرم شود تا این کارا رو دوست عزیز من انجام میتم یک وقت کوتاه هم داریم مواد لازم را فراموش نکنین و در ادامه برنامه ما تنها نگذارین با ما باشین دوباره برمیگردیم مواد لازم قرمه دالنخات با کفته دالنخود 400 گرم گوشت کوفته 400 گرم پیاز دو عدد سیر نیم غوزه بادنجان رومی دو عدد رب یک قاشق زیره ثابت یک قاشق گرم مساله یک قاشق زردچوبه یک قاشق مرچ سرخ ثابت به مقدار لازم تخم گشنیز به مقدار لازم مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم بودم شما را خوش آمدید میگم خسته نباشین دوست عزیز حسر زیبایتان بخیر خدا کنه که روز اتایی به خوبی و خوشی سپری کرده باشین خب عزیزای دل کفتر ما اضافه کردم بعد از اینکه پیاز سیر اه, یعنی کم رنگ گلابی رو به خود گرفت باز اینجا روبی رو بیره تراشه کردیم اضافه کردیم و زرچوبه سه عدد مرچ خشک بود دوسا سا بازیری ثابت هم اضافه کردیم کمی بالای روغن شوا و همچنان گرم مساله مرچ سیاه و نمک هم دو به مقدار لازم اضافه کردیم یک مقدار آب اضافه کردیم و کوفته ها را به شکلی که گفتیم به اندازه 4 عزیز آماده ساختیم و داخل قرمه اضافه کردیم و بخار دادیمش خب حالا چی میکنیم ما خواهیم که مکمل اوایزی باید بخار فقط اول خواهیم که دال نخود اضافه بکنیم قسم که در شروع برتون گفتم دالنخوت از اول ابتدا هم گوش گوشت یک جا اضافه نکنین دوستا به خاطر دالنخوت بخار کم کار داره و یعنی مدت کم کار داره که زود نرم میشه و اگر زیاد پاسپانی نشه گوشت یکم وقت زیاد میگیره پخته کردنش هم ایست که دیگه مکمل قرمه تان بسیار تیره میشه رنگ خود مکمل از دست میته باز اوقدر خوشایند نیست که روی بشقا بکشین قسمی که ما همیشه گفتیم میگه آب از روی کاسه خورده میشه همیشه کوشش کنین بعد دپولی ازی که غذایتان تست و ذائقه خوب داشته باشه رنگ بسیار خوبم داشته باشه دوستا زمت میکشین مسالجات استفاده میکنین مصرفتان میشه ولی یک چیز خوب باید آماده بکنین خب امروز دیگه ما هم قرمه دال نخود با کوفته آماده کردیم خدا کنه خوشتون آماده باشم و که خواسته بودن از ما گفته بودن دال آماده کنین دوستا عزیز ولی من خواستم یک گفته یک گوشت هم همراش پروتین اضافه بکنم دوستا تا که غذای ما مقوی شوه و زمانی که ما شما غذا میگیریم باید متوجه صحت خود هم باشیم دوستا خب بله کوفتهایی را که اضافه کردیم به شکل ثابت از اوسا هیچ اصلا کدام تغییرات در کوفتان نامده قسمی که گفته بودیم ببینید و می اندازه کفتا آماده کردیم دو ولی کوفته کلش به شکل ثابت است روی قرمه و میتونیم که بسیار براحتی ببینید شور داده می توانیم میشه خب مسالجات شام اضافه کردیم و مرچ که اضافه کردیم دو داخل قرمه هست به شکل ثابت پارتی اگر کس خوش داشت میتونن تند غذای تون مرچه بگیرن پیش روی خود یعنی پیش اون بشقاب خود نوشیجان بکنن بر کس خوش نداشت نمیتونن دیگه غذای تون قدر تند نیست میتونیم که استفاده بکنین خب حالا میخوایم که ما دال نخود اضافه بکنیم دوسا. قرمه دال نخود با گوشت گفته دوسا عزیز خودش هم یک خودش یک غذای غذای مکمل است میتونین که هیچ لازم به برین نیست و, و شما با نان خشک میتونیم که ایره بکنیم. جان بکنین تست قداره مثلا حضبوبات استفاده کردیم پروتین داره که گوشت است اضافه کردیم و مرچ مسالهش هم خوبتر اضافه کردیم رنگ بسیار خوب را به خود میگیره از هم خوب است شما به این می ترتیب میتونین که تنها هم از این قرمه با نان خاصه دوست عزیز نوش جان کنین یعنی استفاده بکنین و نیاز نیست برای برنج که اگر کسی برنج دوست داره باز میتونین که برنج میتونین یک چلو سفید آماده کنین میتونین شوله باش آماده بکنین دوست عزیز و شوله آماده بکنین بسیار ساده میتونین از ماش هم استفاده بکنین میتونین کم ترکاری زردک یا متر داخلش اضافه بکنین میتونین که به این شکل موادی که خوش دارین داخل شوله اضافه بکنین و شوله ما ساده نه به شکل از, از اینکه شوله قربندی آماده بکنین ده او نخود اضافه بکنین دوست سازی چرا که ما از دال اینجا داخل قرمه خود استفاده کردیم نیاز نیست که ما باز از نخود در دا داخل شوله استفاده کنیم یا از لوبیا استفاده بکنیم فقط میتونین که با چلاو شوله نوشی جان بکنین قرمه امروزی که ما در برنامه برای شما آماده کردیم کوشش میکنم که برنامه بسیار سبک و ساده اقتصادی تر تا واسطوان همتنایی که اقتصادشون ضعیف است پرسه دو سه عزیز اونا هم موادایی که دسترس دارن بتونن که هم چو غذایی که ما در برنامه آماده میکنم اونا هم آماده بکنن و مستفید شون مایوس نشن زمانی که برنامه را میبینن مایوس شوند ببینن که بگن ما اصلا این مواد در خود قرار نداریم و یا نمیتونیم غذا را پخته کنیم نوش جان بکنیم خداوند میربان است و قسمی که ما در برنامه یادم کردیم دوست عزیز همیشه کوشش کنیم همدیگر دیگر پرزیر باشیم همدیگه دیگه خدا بپذیریم چی یک هموطن ما یا برادر ما یا خیش قوم ما که وضع اقتصاد ضعیف می باشد دوستا بتونیم تا توان خود کمکشان بکنیم دوست عزیز و آنچی که بس توان ما میرسه برش کمک بکنه خب زنده و سلامت باشین دوستای عزیز دال نخود هم اضافه کردیم و بله چند دقیقه دیگه هم دوستای عزیز میمونیم ولی بله یک بخوره که بسیار همطور کوتاه مدت برش میتیم گوشت از نای گوشت خاطر ما جمع است که کاملا نرم شده ولی بله فقط یگانه مشکل ما سر نخود از دوستای عزیز که دال نخود اضافه کردیم ولی بله هم برای یک مدت بسیار کوتاه بخار ضرورت داره دوستا بخار برش میتیم تا که دال نخود نرم شود خب سر دیگه میبندیم و نمکی که پاشم به اندازه اضافه کردیم نیاز نیست دوستا عزیز که دیگه ما بر از مسالجات یا چیز دیگه اضافه بکنیم و هیویس دیگه هم میمونیم هر ردشه دوست قرار میتیم خب وسط شام دوست است در وسط قرار دادیم عرارت تا که بخار بگیره ولی زیاد نه که کاملا بشاره باز دیگه موز که دوست شکل علوا رو به خود میگیره میگه کفتایتان امروی علوای نخود بگوین دیگه که آماده کردین اگر بخار زیاد بتین شد ولی نرم شوه به شکل ثابت به خود بگیره این دیگه خوشایند است زمانی که خودتان روی بشقاب بکشین و جان بکنین باز لذت میبرین دوستا و خوشتان میای از آشپازیتان که کردین و همیشه کوشش کنین در برنامه های هم گفتیم زمان که غذا ها را آماده میکنین خوبتر و دقتتر دوست عزیز کار بکنین آشپزی تان خوبتر بسازین چرا که دوست عزیز کسب بسیار خوب است آشپزی و خصوصا برای خانم ها و طبقه و بسیار خوب است که یاد داشته باشن مشکلاتشان در زندگیشان حل است و اگر غذاهای خوبتر و بهتر آماده بکنه مطمئن هستم که دیگه حضای خانواده هم دوستشان می داشته باشه چرا که زمانی که یک مرد از ویرون سودا میاره مثلا یا می میاره به خانه خود پول مصرف میکنه ولی در بدل از او یک غذای خوب نگیره غذای خوب را نوشیدن نکنه پس دلش درد میکنه چرا که پول مصرف کرد خرچ آورد ولی غذای شام یا شور یا خام یا سوخته دوست عزیز خب دوستا دوست عزیز تا که غذای ما آماده میشه یک وقت کوتاه هم داره مواد لازم نکنین و مواد لازم قرمه دالنخد با کفته دالنخت ۴۰ گرام گوشت کفته ۴۰ گرام پیاز دو عدد سیر نیم غوزه بادنجان رومی دو عدد رب یک قاشق زیره ثابت یک قاشق گرم مساله یک قاشق زردچوبه یک قاشق مرچ سرخ ثابت به مقدار لازم تخم گشنیز به مقدار لازم مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم خب دوستان عزیز باز هم خوش آمدین کمی گشنیز تازه گرفتیم و کمی زنجبیل تازه دوستان عزیز و غذای ما آماده است و ما هم گازش خاموش کردیم و امید است که خوشتان آمده باشه خب یک کمی برای تزین بشقاب دوست از زنجبیل تازه و گشنیز استفاده میکنیم و گشنیز همچنان دوست خرد خرد می میسازیم کمی زنجبیل تازه بسیار یک بوی بسیار خوب داره دوست زمانی که در هر غذا شما اگر استفاده کنین مطمئن هستم که تان بسیار خوشمزه و خودتان هم خوشتان می خب سر دیگه باز میکنیم دوستا بله به به سر یک رنگ بسیار خوب گرفته قرمه دال نخواد با گوشت کوفته دوستا امید است که شما هم دوست عزیز پس گوش نکنین و این غذای خوشمزه را آماده بسازین ببینید گفته هایش بسیار همطور ثابت دو صابت و همچنان مرچه را که ما استفاده کردیم به شکل ثابت از دو و نه و قدر تند است و نه قدر بد زائقه بسیار عالی است مطمئن است هم از مسالجات استفاده کردیم که همه ما و شما در دسترس خود داریم دوستا داشت پس خانه هست و, و شما میتونین به این شکل استفاده خوب بکنین خب به این اندازه کفایت میکنه و سر دیگه بندیم خب دو عزیز یکمه از گشنیز تازه روی قرمه اضافه میکنیم بسیار کم به می اندازه کفایت می و همچنان از زنجبیل تازه به این شکل دوستا بله تم زایقی خوب می غذای ما و همچنان غذا را بسیار خوش رنگ می دو سازد دوستا و بوی زنجبیل تازه زمانی که ما برای دیکور غذای خودم بگیریم دوستا اما بوی و تمش غذای ما را خوشمزه می خب کار هم تمام از دوستای عزیز ما هم یک بار دستای خدا بکش میکنم بازم تشکر زنده و سلامت باشین که تا این لحظه با ما همراه بودین یعنی بیننده برنامه خودتان بودین برنامه بیبین و بپس و و زنده و سلامت باشین و تشکری میکنم از تان خدا کنه که از غذای امروز دوستای عزیز خوشتان آمده باشه با هنچی چی مشکلاتی که داشتین و یا حالا اگر شما از گوشت کوفته با دال نخود استفاده نکردین بس منایسی یک قرمه خوب و خوشمزه دال نخود با کوفته دوستا خدا کنه بعد از دی دیگه استفاده بکنین و میتونین قسمی که گفتیم به این شکل ساده هم دوستای عزیز میتونین استفاده بکنین و همچنان میتونین با یک برنج بسیار خوب و خوشمزه آماده کنین و نوشجان جان بکنین خب دوستای عزیز چند پیام از دوستار را هم به خونش میگیرم شمیلا جان از ارزان قیمت گفته سلام استاد محترم خواهش, خواهش کردن که بر ما منتو آماده کنین ما منتو زیاد آماده کردیم خواهر عزیز خدا کنه که برنامه را دیده باشی و فریباجان فریبا جان ساغری از ولایت بغلان گفته که همیشه بینده برنامه های شما هستم گفته باور کنین هر کاری که اگر مسوف هر کار باشم زمانی که برنامه شروع میشه ما همو کار خود رها میکنم و میایم کنار تلویزیون ششته و برنامه شما را به دقت میبینم و گفته که بر ما مربا آماده از نزدیک که گفته ماه مبارک رمضان نزدیک است و ما همیشه مربا ترشی در خانه آماده میکنیم بر ما هم مربا آماده کنین که ما یک دو مربا آماده کردیم در برنامه خدا کنه که برنامه را دیده باشی خواهر عزیز و تشکر از اینکه بیننده برنامه هستی نادیا جان هم از گلوی سه اول خیرخانه گفته که بر ما قرمه دال نخوت آماده کنیم که آماده کردیم خدا کنه که خوشتون آمده باشد تشکر و شمیلا جان سهیلا جان ببخشید ایوبی از کشور آلمان گفته سلام برادر عزیز و زنده سلامت باشی گفته که برنامه بسیار عالی است و مفقت های بیشتر خواهان هستم تشکر خواهر عزیز و خواهش هم کردن که چند نوع بولانی را در برنامه بر ما آماده کنین چرا که ماه مبارک رمضان گفتن نزدیک است و ما هم اینجا همو رسم و رواج سابقه افغانی خود در اینجا هم پیش میبریم در خانه بولانی آماده میکنیم برای افتاری انگرچه که فکر میکنم اونجا تایم از این که رمان ساعت به خیالم فکر میکنم یا زیادتر از این تایمشان زیاد است روزانه ولی عطفاً چرا نیخواهر عزیز شما برنامه ها رو بخیر ببینین برنامه های افتاری یا رمضانی داریم بخیر در ماه مبارک رمضان من همچنان کوشش میکنم که برنامه های مختصر داشته باشم در ماه مبارک رمضان و شما بیننده باشین انشالله انواع بولونی ها پراته ها و سمبوسا ها در برنامه بر شما آماده میکنم بازم زنده و سلامت باشین که تاییدم با ما همراه بودین دوست عزیز و اگر میخواین پیام شما را هم دوست عزیز به خانش بگیرم و شما به فیسبوک برنامه مراجعه بکنین لایک بزنین کامنت بوانین کامنت های سیبای خود درباره بهبود برنامه دوست عزیز نظرهای خوب شما را خواهان هستم و یا اگر میخواین تماس باشین با شماره تلفن 0707 تماس بگیرید دوستای عزیز ما در خدمت شما هستم و این بود برنامه امروز دوستای عزیز اوقات خوب خوش داشته باشین تا دیدار بعد بدرود